بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم سلام و عرض ادب خدمت تمامی شمایی که سلسله درس های تجارت قرن 21 از چینل یوتیوب مگال افغانستان مشاهده میکنین، ما را دنبال میکنین. ممنون تک تکتان هستم، ممنون تشویقاتتان، ممنون کامنتاتان، ممنون نظریات و پیشنهاداتان. تمام ویدیوی ما را که تماشا میکنین، هر نظریه و پیشنهادی که دارین حتما در کامنت ما بگذارین، چینل ما را سابسکرایب کنین تا اینکه از برنامه بعدی ما مستفید شوین. یک تشکر ویژه از کسایی که بیشتر ویدیوهای ما را تماشا میکنن، بالخصوص کشور ترکیه، چون طبق فیدبکی که از بخش تکنیکی چینل ما گرفتیم، بیشترین فیصدی را که عزیزا ویدیوهای ما را دنبال میکنن و تعقیب میکنن از کشور ترکیه است. انشاءالله به زودی بیایم اونجا هم ببینم تام و از این برنامه ها مستفید شوین، چون بیشترش میدونم افغانای عزیز ما هست که رفتن به ترکیه و اونجا سکونت میکنن، مقیم هستن و دنبال کار میگردن، دنبال شغل میگردن. من مطمئن هستم که امیدوارم جاهایی رو انتخاب کنین که درست باشه و جاهایی باشه که بعداً پشیمان نشوین، جاهایی باشه که نشه و زینه را بگذارین، سر بام بلند شوین، بعداً فکر کنین مسیر اشتباه را قدم گذاشتین. اگر شما ویدیوهای ما را دنبال کنین و درسایی که ما در اینجا میگذاریم دنبال کنین، قطعاً کمکتان میکنه تا شما بتونین یک شرکت خوبی را انتخاب کنین. عزیزا هر شرکتی که در ترکیه هست تضمین نمیتونم که سالم است، چون متاسفانه حق را دنیا حرفه‌ای تر شده میره، تکنولوژی پیشرفته تر شده میره، دزدها هم حرفه‌ای تر مسلکی تر میشن. عزیزا متوجه باشین، چون اگه شما ببینین دکتر با دزد زیاد فرق نداره، هر دویشان انسان است، هر دویشان میتونه با دال شروع میشه، هر دویشان لباس بر تن میکنه، فقط تفاوتش ایست که یکش خدمت میکنه یکش خدمت میکنه. امیدوارم میره مورد توجهتان قرار باشه، جای اشتباه نرین، مسیر درست را انتخاب کنین با استفاده از درس های چینل یوتیوب ما. و تشکری میکنیم از یوتیوب که این فضا را در اختیار ما قرار داده تا ما بتانیم از هر جای خدمت خدا و سر تا سر دنیا انجام بدیم. بعدش کشور عزیز ما افغانستان است که خود ما اینجا هستیم و همه هم به صورت فیزیکی حضوری هم به صورت فضای مجازی از ما مستفید میشن. ممنون از عزیزای ما در افغانستان. همچنان ما امیدوار هستم که بیشترین استفاده را در افغانستان از ما ببرن و بیشترین دیدار و کسایی که تماشاگر است از افغانستان عزیز ما هم باشن و قطعا این خدمت بیشتر اولش به افغان هاست، بعدش به صنعت فروش مستقیم در جهان. عزیزا در ویدیوی گذشته ما در درس پنجم ما که ما پخش کردیم براتان، راجع به تیم و کار تیمی کم اشاره رساندم، قدرت لبرج و احروم صحبت کردم. ای که تیم ورک و کار تیمی چی نفع داره، چه فایده های داره در این ویدیو او میپردازیم. خود کلمه تیم T-E-A-M یعنی تیم، together E everyone A achieves more. وقتی ما همه با هم یک جا میشیم، یک جا با هم کار میکنیم، یک جا با هم هر مسیر پیش میبریم، قطعا فواید و مزیت های زیادی را داره. انسان های مختلف، علم الله متعال مثل یک بحر است و هر کسی به اندازه تلاش و زحمتش از یک جایگاهی، از یک کنجی از او بحر یک چیز را به دست آورده. توی که ویدیو را تماشا میکنی قطعا یک مهارت در یک بخش داری. یک از علما میگه هیچ کس میگه در دنیا جاهل و بیسواد نیست، چرا که یک چیزی نه یک چیز را میدانه. تو شاید یک مهارت داری، من دیگه مهارت دارم، دوست عزیز ما همراه ماست دیگه بخش مهارت داره. و وقتی که ما با همدیگر یک جا کار میکنیم، تو یک مسیری را قبلا رفتی، من دیگه مسیری را قبلا رفتم، و وقتی که ما با هم هستیم، من از علم شما، از تجربه شما، از دستاورد شما میتونم مستفید شوم، شما میتونید از دستاورد من مستفید شوین. مسیری را که 4 سال تو رفتی پوانتون خواندی، من 4 سال پوانتون رفتم، تمام خلاصه و فشرده از تو به من کمک میکنی، من به تو کمک میکنم. و این قدرت کار تیمی است و ما میتونیم دستاورد خیلی زیاد، ما میتونیم کارهای بسیار بزرگ را با قدرت تیمی یک جا در زمان بسیار کم انجام بدیم. همدیگر را حمایت میکنیم، از تجربه همدیگر مستفید میشیم، همدیگر را حمایت میکنیم، تو مرا حمایت میکنی، من تو را حمایت میکنم. قطعا وقتی من تو بی انرژی میشی در مسیر کارت، جاهی مثلا داون میشی، جاهی نتیجه نمیگیری و میای زمان مرا میبینی من انرژی دارم، از انرژی من انرژی میگیری و من خودت انرژی میتم، تو مرا انرژی میتی. ما تیم هستیم، تیم همدیگر انرژی میتن و جمع انرژی تبدیل میشه به سینرژی. انرژی خودت هم انرژی زا هستی. کسی که ببینین تجارت فروش مستقیم انجام میده، تجارت خودش است، هر کس به خودش کار میکنه، خودش باید انرژی زا باشه، اصلا منتظر انرژی کسی دیگری نباشه، کسی دیگری بیا بر از او انرژی بده. باید شخصا خودتان انرژی زا باشین. حتی شما
باید کسای دیگری که در اطراف تان است انرژی بدین و همیشه کارتان انرژی دادن باید باشه. اما وقتی که ما یک تیم هستیم و همه انرژیزا این یک سینرژی بسیار بزرگی را برپا میکنه، نتایج بسیار بزرگی را برپا میکنه. اگر ما در یک ماه هدف گذاری میکنیم، میگیم فرض مثال این مقدار و این مبلغ باید بفروشیم در سازمان فروش خود، خب اینا ما به تنهایی خودم هیچ وقت انجام دادن نمیتونم. ما شما رو میبینم، ما بالای تیم رو حساب میکنم، قدرت تیمی، قوت تیم باعث میشه من یک هدف بسیار بزرگ تعیین کنم. ببینید فرض مثال من میگم 2,00,000 باید در ایما فروش داشته باشیم، 2,00,000 دلار فروشات ایمای ما فرض که باشه، این به تنهایی برای من بسیار سخت است. اما اگر یک سازمان فروش قوی داشته باشیم، یک تیم بزرگ داشته باشیم، این اگر تقسیم تک تک اعضای تیم بکنیم و یک روحی تیمی بسیار قوی داشته باشیم، وقتی ویدیوهای همدیگر را چک کنیم، تماشا کنیم، نشر کنیم، همدیگر را تشویق کنیم، همدیگر انرژی بدیم، همدیگر روحیه بدیم، در کنار همدیگر باشیم و این هدف تقسیم تک تک اعضای تیم شود، یک هدف ناچیز. فرض کن 500 نفر اگر در یک ماه 100 دلار فروش داشته باشد، چقدر یک هدف بزرگ تعیین میکنه. حالا که به یک فرد و به دو فرد این هدف یک هدف خیلی بزرگ است و هدفی است که بسیار سخت است به او هدف برسند. این قدرت تیمی است که باعث میشه ما یک هدف بسیار بزرگ در یک زمان بسیار کم با کمک همدیگر تکش بزنیم. طرز فکرها در دنیا وجود دارد. در تجارت‌های مختلف طرز فکرها و طرز رفتارهای مختلف وجود دارد که در تیم ورکی که کدام تیم بسیار یک نتایج خوبی را میگیره، کدام طرز فکر اگر در بینشان باشه. اگر طرز فکر طوری باشه وین لوز باشه، وین لوز به معنی از این که من میدانم کارم، زندگی من چی به دیگران، مهم است که من نتیجه بگیرم، من موفق شوم، دیگران دلشان، دیگران اگر هر خاصیتی دیدین، یک دکاندار فرض کن میگه من چی به او دکان، یک کارمند میگه من چی به فلان، خودم درست باشم، خودم آن تنگ باشم، یک شرکت میگه من چی به فلان شرکت، درست. و کسی که اگر تنها به خود فکر میکنه در کار تیمی و در فکر دیگران نیست و یکی میگه من باید اگر موفق شوم باید یکی را از بین بردارم، یکی را از وسط حذفش کنم، این جایگاه هیچ وقت نتیجه نمیگیره، این آخرش به شکست میرسه عزیزان. این طرز فکر آینده نداره. امیدوارم متوجه جاهایی که کار میکنین متوجه باشین که کدام طرز فکر و کدام طرز رفتارها وجود داره. اگر جایی هست لوزوین است، لوزوین میگن جانم فدای شما، مهم است که شما با من موفق شین، مرا خیر، بانن من شکست بخورم، بانن من از بین برم. کسی که به خود ارزش نمیده، کسی که خود دوست نداره، کسی که به خود احترام قائل نیست، کسی که فامیل خودش هنوز تضمین نیست و هیچ وقت به شما خدمت کرده نمیتونه. من از این آدم ها خیلی میترسم. این آدم ها واقعا آدم های مشکوکی هست. این چطور امکان نداره شما خانواده تان مشکل داشته باشه، خانواده تان نان خوردن نداشته باشه، شما بیاین به مردم خدمت کنین. من از این آدم ها خیلی میترسم. متوجه این آدم ها باشین. این آدم ها متاسفانه راست نمیگه عزیزا. ببینید شما اول باید به خود باشین، خود قدر کنین و خود، جسمی که الله متعال به تو داده، جوانی که الله متعال به تو داده، زندگی که هدیه الله متعال به تو هست، این زندگی تو ارزش نده، تو میتونی به دیگران ارزش قائل باشی که خیلی در اثر متوجه افراد باشین. این افراد هم کسایی که این ذهنیت هم داره، ارگانی که جای میرین این ذهنیت اونجا هست، او جا هم جاییست که در خطر است متاسفانه و جاییست که آیندهش میره به شکست. یا اینکه فرض مثال فقط لوز لوز است، من میبازم تو هم میبازی دیگه، چی مشکل داره، هر دوی ما در باخت هستیم، این جا هم ضربه میزنه. شما حتما باید جای برین که اونجا وین وین باشه، برد برد باشه. خدا را شکر در صنعت فروش مستقیم طرز فکر و رفتار همه برد برد است. من هم برنده، تو هم برنده و من هر کاری میکنم نفع دیگران را ارزش میدم. ببینین عزیزا، واقعا زندگی یک بازی است که بشر قادر به انجام و بازی نیستن، بلد نیستن بازی را انجام بدن. در یک جای در یک آمار میخواندم گفته بود که اگر در دنیا 20% مردم دنیا شغل داشته باشن، که باز فیصدی زیادی را گفته بود، و اما گفته بود اگر 20% مردم دنیا شغل داشته باشن، همه مردم خانه، موتر، غذا، البسه، پوشاک، همه چیز میتونه داشته باشه، همه دنیا فعلا بالای 40% مردم دنیا شغل داره، بالای 40% مردم دنیا شغل داره، وظیفه داره، اما در هر 3 ثانیه یک کودک از گرسنگی در دنیا از بین میره. یعنی چی؟ این معنیش ایست که طرز فکر در دنیا برد برد نیست. ما حتی در یک دکان هم اگر بریم یک جنس اگر بگیم، همون جون فکر میکنیم کوشش داریم در جانش بزنیم. اگر بگه 100 افغانی میگیم نمیشه 50 افغانی بتی، همون جون بیبی کمک نمیکنیم تا او رشد کنه. شاید بگیم نه، دکاندارا دو چند سه چند میگرفتارا، بله ایرکی فرهنگ ساخته.
خب او بیچاره میره فکر میکنه اگر من سر بگم یاد من پایین میاره و او خواهد مجبور میشه بلند بگه. طرز فکرها برد بر نیست، ما همیشه در فکر در جان زدن هستیم. ما هیچ وقت نشده که یک تاکسیوان اگر 100 افغانی از ما خواسته ما 110 افغانی بودیم، غیر کوشش میکنیم کمترش بدیم. ببینید همه افرادی که در اطراف ما هستن و در یک کشور کار میکنن، همیش انسان ها هستن، همیش هنرمند ها هستن که در یک بخش کار میکنن. اگر یک کسی صفاکار است، شما رو به دید صفاکار نمیبینید. ببین در هر جایی فقط و فقط به خودت فکر نکن، در فکر دیگرا هم باش. در دفتر کار میکنی در فکر دفترت باش، با تیمی کار میکنی در فکر فکر تیمت باش. فقط در فکر کندن از دیگران نباشین عزیزان، در فکر ازی باشین که من چطور میتونم به دیگران نفع برسانم، در کنارش خودم نفع ببینم. خدا را شکر هر تیمی که این ذهنیت داره که بردی تیمم بردیم است، موفقیت تیمم موفقیت ما است، با موفقیت هم دیگر خوشحال شیم، موفقیت هم دیگر را جشن بگیریم، به این نیت باشیم که شرکت ما رشد کرد، مؤسس شرکت ما رشد کرد، اپلاین ما رشد کرد، تیم ما رشد کرد، همکار ما رشد کرد، ما رشد میکنیم. این ذهنیت آینده دار است، این ذهنیت ما افراد موفق است، این ذهنیت در هر تیمی که باشین و این ذهنیت وجود داشته باشه، آینده و تیم یک آینده بسیار بسیار خوبی است. امیدوارم در هر جایی که کار میکنین ایرا تحقیق کنین، بررسی کنین که چه ذهنیت دو بین است. آیا ذهنیت جدا از وین وین است؟ اگر جدا از وین وین بود و هر کسی که در تیمتان جدا از این ذهنیت داره، امیدوارم او را برش بگوین، گوشزد کنین تا ذهنیتش را درست کنه، وگرنه در داخل او تیم او صدمه میزنه به همه اعضای تیم و به او تیم. قدرت تیمی ما یعنی یک دست، یک تیم، یک خانواده، یک قبیله، یک شرکت. محصول ما مشخص است، راه ما مشخص است، تجارت ما مشخص است. باور میکنین ضرور نیست که من در یک شرکت خاص کار میکنم. حتی ای که شما عزیزی ویدیو رو تماشا میکنین و یک دک شرکت سالم دیگه فروش مستقیم کار میکنین، من این ویدیو رو برای شما ساختم، جدا از اینکه تیم ما از رو بهره میبره. ما در کل فروش مستقیم کلا وین وین هستیم. اگر این تجارت در جهان رشد میکنه، در رقبت ما رشد میکنیم. اگر تیم ما در اینجا رشد میکنم، در رقبت ما رشد میکنیم. لذا ما یک جای فروش مستقیم بلوموم تیم خود میدانم و وقتش به همه فروش مستقیم در دنیا خدمت میکنم. و هر زمانی که فروش مستقیم در دنیا رشد کرد، جایگاه خدا به دست آورد که هر روز خدا را شکر رشد میکنه و جایگاه خدا به دست میاره. پس کار تیمی، بهترین تیم، قدرت تیمی، بهترین قدرت. اگر در یک خانواده هستین، امیدوارم یک تیم خوب، یک خانواده خوب باشین، متحد باشین، در فکر از بین بردن همدیگر نباشین، در فکر ضرر رساندن به همدیگر نباشین، همیشه در فکر رشد و کمک به همدیگر باشین. در هر جایی که هستین اولین ذهنیتتونی باشه که من چطور میتونم یک کمک کنم رشد کنم. هر کاری که انجام میدین، هر فکری که میکنین به این بیاندیشین، آیا من فقط ضرر میکنم؟ آیا من فقط مفاد میبرم؟ یا کسی دیگه هم دهی سود میبره؟ کسی دیگه هم دهی مفاد میبره؟ اگر مفاد شما مفاد دیگرا بود، اگر رشد شما رشد دیگرا بود، او بهترین جایگاه است. او جایگاه را هیچ وقت از دست نتین. ممنونتان. سابسکرایب کردن چینل یادتان نره تا اینکه برنامه بعدی ما را هم تماشا کنین. ممنونتان. جهان سب.